خشونت‌های مربوط به نامزدی جنجالی عبدالله واد رئیس جمهور 85 ساله سنگال در داکار و اطراف آن همچنان ادامه دارد. در هفته‌های اخیر سرکوب تظاهرکنندگان توسط پلیس با استفاده از گاز آشکاور و گلوله‌های لاستیکی انجام شد و تاکنون تعداد کشته شدگان به 6 نفر می‌رسد و 10 نفر نیز مجروح شده‌اند. یک شنبه شب یک نوجوان دیگر که در درگیری‌های میان جوانان و پلیس با برخورد سنگ از ناحیه سر مجروح شده بود، فوت کرد. این فشنگ‌ها را نگاه کنید، آنها می‌خواهند ما را بکشند. عبدالله واد دیگر کافی است. این گلوله‌ها و گازهای آشکاور را نگاه کنید، اینها اگر به ما اصابت کنند ما را می‌کشند. این انتخابات قرار است روز یکشنبه آینده انجام شود و مخالفان عبدالله واد می‌گویند حضور او در انتخابات برای سومین دوره متوالی خلاف قانون اساسی است، اما دادگاه قانون اساسی ماه گذشته برخلاف این نظر رأی داد. اولوسگون اوباسانجو رئیس جمهور سابق نیجریه برای رهبری و نظارت مأموریت تیم اتحادیه آفریقا برای رعایت انتخابات به زودی به داکار می‌رسد.